سلام مجدد دانشجویان عزیز و ویدیوی دوم هفته ششم مضمون مسائل سیاسی جهان یک خوش آمدید. سلایدی که در حال حاضر مشاهده می کنید همان سلایدی هست که در پایان ویدیوی اول هفته ششم به بررسی گرفته شد و در باب آن سخن گفتیم. طبق معمول چنین میکنیم، در هفته‌های گذشته هم چنین کردیم، برای اینکه ارتباط شکلی و محتوایی بین ویدیوها برقرار شود. حالا میپردازیم به مبحث چهارم فصل دوم، آخرین مبحث فصل دوم، تا با بررسی آن مبحث چهارم هم تمام شود و فصل دوم هم به پایان برسد. عرض کرده بودیم که در ویدیوی دوم هفته ششم کاملا به مبحث چهارم میپردازیم. خب این هم مبحث چهارم. مبحث چهارم طوری که در اینجا مشاهده و ملاحظه میفرمایید تحت عنوان واکنش های جهان در حال توسعه به نظام تجاری جهانی میباشد. خب ببینیم که واکنش هایی که کشورهای جهان سوم یا کشورهای جنوب در قبال نظام تجارتی جهانی داشته اند چگونه بوده، یا چی تدابیری در واقع کشورهای جهان در حال توسعه در برابر نظام تجاری جهانی اتخاذ کردند. مبحث چهارم هم مثل مبحث سوم از چند بخش تشکیل شده است که به هر بخش آن میپردازیم. بخش اول مبحث چهارم چنانچه مشاهده و ملاحظه میفرمایید صنعتی شدن متکی بر جایگزینی واردات هست، که این را هم قرمز بسازم که با بخش های دیگر همخوانی داشته باشد. صنعتی شدن متکی بر جایگزینی واردات یکی از واکنش‌های کشورهای جهان در حال توسعه در برابر نظام تجاری جهانی بوده. حالا ببینیم که این صنعتی شدن متکی بر جایگزینی واردات چی کارکردی داشته و چه نوع سیاستی بوده است. هدف از صنعتی شدن متکی بر جایگزینی واردات ISI این است که تولیدات صنعتی در کشورهای در حال توسعه تقویت شود. خب کشورهایی که روند صنعتی شدن متکی بر جایگزینی واردات را برگزیدند یا به مثابه یک رفتار و یا واکنش در برابر نظام تجاری جهانی برگزیدند، هدفشان این بوده که تولیدات صنعتی خود را تقویت کند. می دانیم که تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه خیلی نیرومند و قوتمند نبوده و این یک ضعفی برای کشورهای جهان سوم بوده است. در ادامه با این واکنش و صنعتی شدن متکی بر جایگزینی واردات بیشتر آشنا می شویم. این خط مش به کارگیری نیروی کار در داخل را به همراه دارد و بنابراین بیکاری کاهش می‌یابد. این واکنش، این خط مش، این راهبرد چی می‌گوید؟ می‌گوید بایستی نیروی کار در داخل کشور به کار گرفته شود. می‌دانیم که کشورهای در حال توسعه از نیروی کار زیادی برخوردار هستند و قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم. در ویدیو قبلی هم به این موضوع پرداختیم. بنابراین این خط مش میگوید که این نیروی کار فراوان که در داخل کشورهای در حال توسعه وجود دارد نباید عمدتاً در خارج از آن استفاده شود. بایستی از این نیروی کار در داخل استفاده کنیم تا بیکاری که یک چالش بزرگی در کشورهای در حال توسعه می باشد کاهش یابد. همچنین امکان تولید کالاهای صنعتی با بهایی پایین‌تر از بازارهای بین‌المللی فراهم می‌شود.
خب بر مبنای نگرش طرفداران این راهبرد، هرگاه ما راهبرد صنعتی شدن متکی بر جایگزینی واردات را دنبال کنیم، در این صورت خودمان می توانیم کالاهای صنعتی تولید کنیم و این کالاهای صنعتی طبعا با بهایی پایین تر از کالاهای صنعتی وارداتی در دسترس مردم و بازارهای داخلی قرار می گیرد. بنابراین این استراتژی هم می تواند تولیدات را تقویت کند، هم می تواند نیروی کار در داخل کشور را به کار مصروف بسازد و هم قیمت و هزینه کالاهای صنعتی را پایین تر می آورد و به کاهش آن منجر می شود. خب پس استدلال طرفداران مبتنی بر سودمندی این استراتژی یا واکنش است که در اینجا به آن پرداختیم. اما آیا واقعا چنین بوده؟ آیا این راهبرد یا واکنش واقعا موفق بوده؟ به این بحث ها در ادامه می پردازیم. سلاید بعدی را می آورم. ضمن این که این کار به سطوح بالایی از سرمایه گذاری نیازمند است که اغلب در دسترس نیست. خب توجه داشته باشیم که اون اهدافی که برای این استراتژی معرفی میکنند اهداف به جایی است، درست است، اما برای تحقق آن اهداف و برای این که آن اهداف عملی شود نیاز به چی هست؟ نیاز به یک سرمایه گذاری زیادی هست که متاسفانه کشورهای در حال توسعه از این سرمایه برخوردار و بهرمند نیستند. آن بلند پروازی هایی که در سلاید قبلی گفتیم نیاز به سرمایه گذاری گسترده دارد که کشورهای جهان سوم اینقدر سرمایه در اختیار ندارد و اگر بخواهد در آن راستا عمل کند خب نمیتواند به صورت کامل عمل کند. بنابراین آن اهدافی که گفته شد در واقع همه قابل امکان و تحقق نیست. برای اینکه بازار داخلی برای تولید تقویت شود لازم است با برگیری از موانع تعرفه‌ای کالاهای وارداتی را گران‌تر کرد. خب علاوه بر سرمایه گذاری که لازم است و اینها ندارند، کار دیگری که برای تحقق این استراتژی بایستی انجام دهند این است که موانع تعرفه‌ای یا محصول گمرکی را بالا ببرند. آن کالاهای وارداتی که از کشورهای صنعتی و پیشرفته وارد کشورهای در حال توسعه می شوند بایستی بر آنها موانع و یا محصول تعرفه‌ای بیشتر شود. توجه داشته باشیم که اگر قرار باشد باز تعرفه را هم بالا ببرند دولت ها، در این صورت آن کالا کمتر وارد می شود و یا هم آن کالا گرانتر می شود. اگر جایگزینی برای کاهش کالاهای صنعتی نباشد باز خود به یک مشکلی گرفتار می شوند. خب دولت ها نمی توانند هر تعرفه ای که خواسته باشند بالای کالاهای وارداتی اعمال کنند، هرچند از لحاظ حقوقی می توانند ولی خب از لحاظ اقتصادی نمی توانند، به این معنا که محدودیت های بر سر راهشان وجود دارد و مبادا با مشکلات و گرفتاری های جدیدی روبرو شوند. سیاست جایگزینی واردات عموما در کشورهای در حال توسعه با ناکامی روبرو شده است. خب این سیاست که درباره فواید آن و موانع آن صحبت کردیم متاسفانه در کشورهای جنوب، در کشورهای در حال توسعه، در کشورهای جهان سوم هر چی که میگوییم مشکلی نیست، اما ترجیحاً کشورهای در حال توسعه را استفاده میکنیم با ناکامی و شکست روبرو گردیده است. سرانجام این که سیاست جایگزینی واردات حتی اتکا به واردات را از بین نبرد. خب برخی از کشورهایی که آن را عملی ساخت نه تنها با آن اهدافی که قبلا عرض کردیم، با آن مفادی که طرفداران سیاست جایگزینی واردات مطرح می ساختن دست نیافتن، بلکه حتی اتکا به واردات را هم از بین نتوانست ببرد، چی برسد به این که صادراتی صورت بگیرد.
ناکامی جایگزینی واردات عمدتا به کوچک بودن حجم بازار داخلی نسبت داده شده و در نتیجه منطقه گرایی به عنوان راهی برای افزایش شمار مبتلایان بالقوه هدف توجه قرار گرفت. خب ببینید دلایلی دارد این که سیاست جایگزینی واردات ناکام شد. عمدتا دلیل را کوچک بودن حجم بازار داخلی در واقع می دانند که بازار داخلی کشورهای در حال توسعه کوچک است، اینقدر ظرفیت ندارد. و بعد از اینکه این سیاست یا این واکنش در واقع با ناکامی روبرو شد، سیاست دیگری مطرح شد تحت عنوان منطقه گرایی. حالا در سلاید بعدی ببینیم که منطقه گرایی چی نوع سیاستی بوده. منطقه گرایی کشورهای در حال توسعه به طور عمده در دهه های 1940 و 1950 در کوشش برای چیرگی بر مشکلاتشان در رویارویی با اقتصاد جهانی به صنعتی شدن متکی بر جایگزین شدن واردات توجه کردند. خب همان بحثی که بیشتر گفتیم، این صنعتی شدن متکی بر جایگزین شدن واردات که شکست خورد، باید عرض کنیم که در دهه‌های 1940 و 1950 اعمال شد که در نهایت نتوانست موفق شود. خب بعد چی شد؟ پس از ناکامی آن، چنانچه عرض کردیم، بحث منطقه گرایی مطرح می شود. با این حال نخستین موج منطقه گرایی به عنوان راهبردی جداگانه در دهه 1960 نمایان شد و تا اوایل دهه 1970 ادامه یافت. خب بعد از ناکامی آن سیاست، بحث منطقه گرایی مطرح شد. منطقه گرایی در دهه 1960 مطرح می شود به دنبال شکست سیاست جایگزینی و تا اوایل دهه 1970 ادامه می یابد. این موج نخست است، اما منطقه گرایی تنها یک موج ندارد، می توان از موج دوم منطقه گرایی هم سخن به عمل آورد. دومین یا موج تازه منطقه گرایی در دهه 1990 پدیدار شد. منطقه گرایی موج اولش در واقع دستاورد چندانی نداشت و موج دومش یا موج تازهش بعداً مطرح شد، ولی مثل بحث صنعتی شدن متکی بر جایگزین شدن واردات نشد سرانجامش. در واقع منطقه گرایی نو شد و منطقه گرایی تازه‌ای مطرح شد. همچنین تصور میشد بلوک‌های منطقه‌ای از این امکان بالقوه برخوردارند که توان مذاکراتی کشورهای عضو را در سازمان‌های بین‌المللی افزایش دهد. خب در این دهه 1990 که موج دوم منطقه گرایی مطرح شد، این بس مطرح شد که بلوک‌های منطقه‌ای یا کشورهایی که در یک منطقه نقش عمده‌ای دارند، اینها به صورت بالقوه می‌توانند در سازمان‌های بین‌المللی که این کشورها عضو هستند نقش خوبی ایفا بکنند، موج‌گیری‌های در واقع واحدی و متحدانه ای داشته باشند. خب در ادامه ببینیم که بحث منطقه گرایی به کجا کشیده شد. ایده مطرح در اینجا این بود که با تقسیم بندی تولیدات صنعتی، مزایای اقتصادی حاصل از حجم بزرگ تولیدات بعد اکثر خواهد رسید. این بحث را مطرح کردند که تولیدات صنعتی را در منطقه باید تقسیم کنیم، در هر منطقه یک کشور خاصی بیاید در یک زمینه خاص صنعتی تولیداتی داشته باشد تا در واقع این تولیدات جایگزین صادرات کشورهای بزرگ صنعتی شود. و خب طبعا وقتی کشور همسایه تولیدات صنعتی داشته باشد و محصول آن را وارد کنیم، کم هزینه تر هست و هزینه زیادی نخواهد داشت. خب در عمل ثابت شد که این ایده به لحاظ سیاسی و اقتصادی درست نبوده است. خب ثابت شد که این بحث تقسیم بندی تولیدات صنعتی در واقع نتوانست به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای خود مبنا و چارچوبی دست و پا کند.
در نهایت می توان گفت منطقه گرایی هم با چالش روبرو شد. با این حال در دهه 1990 منطقه گرایی تازه‌ای پیدا شد که از اتحادیه اروپا الهام گرفته بود. می دانیم که اتحادیه اروپا هم در سال 1991 ایجاد می شود. خود اتحادیه اروپا یک سازمان منطقه است، منطقه گرایی کامیابی هست. بحث منطقه گرایی که مطرح شد به عنوان یک واکنش در برابر نظام تجاری جهانی الهام گرفته از اتحادیه اروپا در دهه 1990 میلادی بود. برخی سازمان های غیر فعال همچون بازار مشترک آمریکای مرکزی دوباره یا شدند و گروهی دیگر از سازمان ها نیز پدیدار شدند که از جمله می توان به سازمان مرکوسور و بازار مشترک مخروط جنوبی در آمریکای لاتین اشاره کرد. یعنی در دهه 1990 با الهام از اتحادیه اروپا شاهد ایجاد سازمان های منطقه ای هستیم. سازمان های جدیدی هم پدیدار شدند که اینجا از آنها نام بردیم و یک سلسله سازمان هایی که قبلا وجود داشت با مثابه سازمان های منطقه ای مطرح بودند ولی فعالیتی نداشتند دوباره با فعالیت خود آغاز کردند. اما منطقه گرایی هم در نهایت ناکام شد، مثل همان سیاست جایگزینی در واقع گردید و مثل آن سرانجام و فرجامی داشت. حالا ببینیم واکنش سوم بعد از منطق گرایی چی بوده. واکنش سوم توافقات کالایی نام دارد. توافقات کالایی در بابش صحبت میکنیم که چیست. در نظام تجارت جهانی نابرابری وجود دارد. خب همه ما میدونیم که نابرابری موجود است. برای مقابله با این نابرابری ها کشورهای در حال توسعه دست به سه اقدام ذیل زدن، یعنی همان وسه واکنش هایی که بیشتر عرض کردیم و به دو مورد آن اشاره کردیم. الف صنعتی شدن متکی بر جایگزینی واردات، به منطقه گرایی، جیم توافقات کالایی. به طور کلی استراتژی هایی که این کشورها دنبال کردن موفق نبودن. عرض کردیم، مفصل صحبت کردیم، نیاز به صحبت بیشتر نیست. تعدادی از کشورهای در حال توسعه تولید کننده نفت در سال 1960 اوپک را ساختن. حالا لازم است که در مورد توافقات کالایی بیشتر صحبت کنیم. ببینیم سیاست توافقات کالایی چی نوع سیاستی بود. در اینجا بحث تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک مطرح می شود. و حتما به یادشان باشد که اوپک در سال 1960 ایجاد شد. هدف از این اقدام افزایش درآمدهای صادراتی بود. اوپک را برای این ساختن کشورهای صادرکننده نفت که با صدور نفت در واقع صادرات خود را بیشتر بسازند. این سلاید را می بینید که نماد اوپک هم در آن وجود دارد. اوپک یعنی سازمان صادرکننده کشورهای صادرکننده نفت، به این طرف هم که نماد اوپک را می‌بینید. سلاید بعدی را می‌آورم. در دهه 1950 تقاضا برای نفت افزایش یافته بود ولی بهای نفت کاهش. چگونه شد که اوپک تأسیس شد؟ از اکتبر 1973 تا جنوری 1947 اوپک بهای نفت را 4 برابر افزایش داد. ببینید در دهه 1950 کشورهای غربی به نفت زیادی ضرورت پیدا کرده بودند. علیرغم اینکه تقاضا بالا رفته بود، بهای نفت کاهش یافت. خب این به زیان کشورهای صادرکننده نفت بود. اینجاست که این کشورها دو دهه بعد تصمیم می‌گیرد بهای نفت را افزایش بدهند، به گونه ای که بهای نفت در یک مدت کوتاهی 4 برابر افزایش می‌یابد. چگونه این کار شد؟ این کار را از طریق محدود کردن عرضه با توافق اعضا انجام داد. خب عرضه را محدود کردن، قیمت را بالا بردن. می‌دانیم که هر قدر عرضه کم باشد، تقاضا بالا باشد، قیمت‌ها بالا می‌رود. اوپک بر مبنای سهمیه بندی صادرات عمل می‌کند و الگوی موفق از توافقات کالایی است. اوپک چیکار میکند؟ سازمان اوپک که بر مبنای توافقات کالایی ایجاد شده است مشخص میکند که هر کشور عضو چقدر در واقع صادر کند تا عرضه نفت محدود باشد.
اعضای اوپک با سازماندهی عرضه قیمت نفت را دستکاری کردند. همین مشکل عرضه را حل کردند در واقع با هماهنگی هایی که با هم داشتند و توانستند در واقع قیمت نفت را بالا ببرند. نفت خصوصیات منحصر به فردی دارد. شاید به همین دلیل است که اوپک به عنوان نمادی از توافقات کالایی مطرح و موفق می باشد. اوپک تنها نمادی است که به عنوان توافقات کالایی پابرجا مانده است. ببینید نفت کالایی است که از خود خصوصیات زیادی دارد، وجوهات زیادی دارد، نمادی از توافقات کالایی است و این پابرجا مانده، در حالی که برخی دیگر از توافقات کالایی پابرجا نماند و شکست خورد. امروز اما اوپک همچون دهه 1970 نمیتواند عمل کند و به آن اندازه توانمند نیست. امروزه که ما در قرن 20 قرار داریم، اوپک نمیتواند مثل گذشته عمل کند، هرچند اوپک نفت زیادی در اختیار دارد. میتوان گفت اعضای اوپک 78% ذخایر اثبات شده نفتی جهان را در اختیار دارد. نباید فکر کنیم که اوپک هر کاری که دلش خواست بتواند انجام دهد. اوپک هرچند توافقات نمادی از توافقات کالایی است، ولی هرگاه اوپک قیمت نفت را افزایش دهد، کشورهای شمال با رکود مواجه خواهد شد و تلاش آنها برای جستجوی انرژی جایگزین بیشتر خواهد گردید. اگر اوپک بیاید سهمیه بندی را کاهش بدهد، در این صورت نفت کمتری وارد بازارها خواهد شد و کشورهای شمال با مشکل رکود مواجه می شود و آنها ممکن است دست به راه‌های بدیل بزنند و در نهایت مشکلاتی در دراز مدت برای اعضای اوپک ایجاد شود. بنابراین راه خوب امان راه تعامل است. به هر صورت این سه نوع واکنشی بود که کشورهای در حال توسعه در برابر نظام تجاری جهانی داشتند. خب در اینجا میرسیم به پایان مبحث چهارم و فصل دوم. مبحث چهارم در اینجا به پایان رسید و همچنین فصل دوم هم به پایان رسید. از توجه و همراهی همه شما عزیزان سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.